نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه سوم شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با ملاک و مصداق شیخ و شیخه فرمودند: در مصداق شیخ و شیخه ملاک سن و سال نیست، بلکه مسئله عرفی است که در عروت الوثقی هم به آن اشاره شده و غالبا فقها هم آن را پذیرفتند و ممکن است فردی در 60 سالگی از لحاظ جسمی وضعیت مناسبی داشته باشد و سر حال باشد، اما ممکن است شخص دیگری در 50 سالگی دچار ضعف و بیحالی باشد. معظم الله در ادامه فرمودند: در لغت عرب از 40 سال به بالا شیخ گفته می شود، اما اگر روزه بر شیخ و شیخه دارای ضرر و حرج نیست، حتی اگر در سنین بالا باشند، هیچ کدام از فقها فتوا به جواز روزه نگرفتن آنها ندادند. ایشان همچنین تاکید فرمودند: شخصی نقل می کند که حضرت امیرالمؤمنین را دید که تمام محاسن مبارکشان سفید شده و حتی یک موی سیاه در میان آن وجود نداشت، اما پیامبر اکرم به حضرت امیرالمؤمنین تا لحظه آخر که هر دو بزرگوار تا 63 سالگی عمر کردند روزه گرفتند و حضرت علی تا قبل از ضربت خوردن تا روز 18 ماه مبارک رمضان مرتب روزه گرفتند، با آنکه از نظر لغت عرب شیخ بودند. آیت الله العظما شیرازی در رابطه با احکام فدیه در چنین مواردی فرمودند: لذا شیخ و شیخه عنوان است، نه اینکه خصوصیت داشته باشد که به آن دلیل بتوان روزه نگرفت، اما اگر در اثر پیری انسان به جایی رسید که نه به دلیل خطر بیماری بلکه به خاطر ضعف بنیه نتوانست روزه بگیرد، باید دو فدیه بدهد، یک فدیه به خاطر افطار ماه مبارک رمضان و یک فدیه در جایی که قضا لازم است و نتواند قضا را به جا آورد. در حالی که مسافر و شخص مریض در صورت که قضا را به جا نیاورد فقط یک فدیه باید بدهد. معظم الله با اشاره به آیه 184 سوره بقره که روزهای به شماره معین روزه دارید، یعنی تمام ماه رمضان، و هر کسی از شما مریض یا مسافر باشد به شماره آن از روزهای غیر ماه رمضان روزه دارد و کسانی که روزه گرفتن برای ایشان زحمت است عوض هر روز فدیه دهند، آنقدر که فقیر گرسنه سیر شود و هر کس بر این نیکی بیفزاید برای او بهتر است، و بی تعلل روزه داشتن برای شما بهتر خواهد بود اگر فواید آن را بدانید. فرمودند: این مسئله که برخی از افراد نباید روزه بگیرند و در عوض آن بایستی فدیه بدهند، در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. میدونم یا آها بله اون نمازش درسته، چون همون جلوس مصلی بدل قیامه، اما افطار حامل مقرب که بدل صوم نیست، این صوم نکرده، خب بعد باید قضا کنه. یعنی این پنجتا یکسان نی حکمش، فتاوای فقه هم یک شکل نیست، مختلفه. لحالا دونه دونه همینا رو ببینید تو عروه همش، یعنی غالبا حاشیه یه عده فقه ها حاشیه کرده. اگه یکی؟ اگر اینا در زمین سال بمیرن؟ بله، و روزه نگرفت و قضا رو نگرفتن در حامل مقرب و مرتقه، بله باید بگیرن، اما جسم ذل عطاش محل خلافه، نسبت به شیخ و شیخه فرق میکنه. گاهی شیخ و شیخه نمیتوانه روزه بگیره، هیچی ساقط مطلقا، فقط فدیه میده. گاهی نمیتونه بگیره اما سخت براش، همجور که قرآن کریم فرموده و علی الذین یطیقونه، سخت براش، نه این روزه رو بخوره بعد در 11 ماه دیگه اگر سخت نبود روزه بگیره. خلاصه مواردش فرق میکنه.